به محض اعلان خبر فوت وکیل و رعیا، خاندان زن به دو دسته تقسیم شدند و برای کسب قدرت به جان هم افتادند و سرانجام با قتل یکی از مدعیان، زکی خان زن به قدرت رسید و دستور داد تا جنازه کریم خان رو پس از 3 روز غسل داده و طبق وصیتش در عمارت کلافرنگ ارگ کریم خانی در شیراز دفن کنند. 13 سال بعد در سال 1170 هجری شمسی پس از انقراض سلسله زندیه، رحمان خان یوزباشی به فرمان آقا محمد خان محل دفن کریم خان رو نبش قبر کرد و استخونهای کریم خان زند رو به کاخ گلستان فرستاد تا در عمارت نگارخانه که محل رفت و آمد بود دفن کنند. عمارت نگارخانه در جنب خلوت کریم خانی قرار داره. سال بعد در سال 1177 هجری شمسی، فتح‌علی شاه که با بعضی از رفتارهای عموش مخالف بود، به قصد اعاده حیثیت از کریم خان مجدداً دستور نبش قبر دوم رو صادر کرد و استخونهای باقی مونده رو با احترام به عتبات فرستاد. استخونهای کریم خان در نجف و در جنب مرقد امام اول شیعه ها به خاک سپرده شد. پس از سقوط قاجاریه، آقا شیخ محمد علی تهرانی نماینده مجلس در یکی از نطق‌هاش ادعا کرد که آقا محمد خان استخونهای کریم خان زند رو از جمله جمجمه اون رو در زیر تخت مرمر در خلوت کریم خانی قرار داده و لازمه تا از جنازه اون اعاده حیثیت بشه. این نماینده مجلس نمیدونست که تخت مزبور برای فتح‌علی شاه بود و در زمان بازسازی کاخ در زمان ناصرالدین شاه این تخت مرمری به خلوت کریم خانی منتقل شده بود و ابداً در زیر اون جسدی مدفون نبود. با این حال نزدیکان رضا شاه به اون پیشنهاد دادند تا از کریم خان اعاده حیثیت بشه. در آذر 1304 هجری شمسی، 127 سال بعد از نبش قبر دوم، مجدداً نبش قبر سوم انجام شد و تعدادی استخونهای غیر مربوط به جنازه 147 ساله کریم خان رو در سینی نقره‌ای گذاشته و همراه با شمشیر کریم خان زن طی مراسمی با حضور تیمورتاش و مهندس شریفزاده تقدیم رضا شاه کردند. بنابه دستور رضاشاه استخونهای تقلبی به شیراز فرستاده شد و در آرامگاه اولیه کریم خان در موزه پارس دفن گردیدند و سنگ قبری منقش به هنر سنگتراشان ایرانی بر روی اون نصب کردند. سرانجام 147 سال پس از نبش قبر کریم خان زن، آرامگاه اون مجدداً بازسازی شد و استخونهای نابر بود به جای استخونهای کریم خان زن دفن گردیدند. در حالی که جسد کریم خان 20 سال پس از مرگش طی نبش قبر دوم در نجف و در جوار امام اول شیعان و در نزدیکی قبر آقا محمد خان به خواب ابدی رفته بود.